سلام دوستای گلم، حالتون چطوره؟ به کانال گوشفکر خیلی خوش اومدید. من عسل هستم و امروز میخوام یه کارتون خیلی خیلی قدیمی رو بهتون معرفی کنم. کارتون ملوان زبل، کیا یادشونه؟ اسم اصلی این کارتون پاپای یا چشم برجست است. یه انیمیشن آمریکایی که برای اولین بار سال 1929، یعنی یه چیزی حدود 90 سال پیش ساخته شد و به محبوبیت خیلی زیادی رسید. میشه گفت این کارتون یکی از قدیمی ترین کارتون هایی که تا به حال ساخته شده. ملوان زبل تو داستانهاش عاشق یه دختر خانومیه به نام آلیف و با یه ملوان قوی هیکل و بدریخ به نام بلوتو تو عشق به این خانوم رقابت دارن. هر بار که این فرد قوی هیکل مزاحم اونا میشه، ملوان زبل با خوردن اسفناج اونو کتک میزنه و شکست میده. البته شایعه شده بود که اون چیزی که ملوان زبل میخوره و باعث قدرتش میشه اسفناج نیست و اون از مواد مخدر و نیوزا استفاده میکنه، که این شایعه قویاً رد شده و مشخص شد که ملوان زبل واقعاً از خود اسفناج استفاده میکرده. اون کوچولو منتظر کمکی موز، پس دستتو بده به من جونیور. این اسطوره که قدرتش رو از خوردن اسفناج به دست میاره، تو ایتالیا به دست آهنی، تو سوئد به کارل آلفرد، تو دانمارک به وحشت دریا و در نهایت تو ایران به ملوان زبل نامگذاری شد. محبوبیت این سریال کارتونی اینقدر زیاد شد که پارکی به نام ارزی خالق این کارتون در شهر زادگاهش ساخته شد و مجسمه برنزی ملوان زبل هم در سردر اون قرار گرفت. در سال 2009 گوگل لوگوی خودش رو به احترام سال روز تولد ارزی به شکل کاراکتر ملوان زبل تغییر داد. دنبال کردن این سریال خیلی خیلی قدیمی برای شما دوستان عزیز قطعا خالی از لطف نیست. دوستان اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنین، چنل منو اگه دوست داشتین سابسکرایب کنین و خوشحال میشم نظراتتون رو توی کامنت ها به هم بگین. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.